انشاءالله حالا با هم دعا بکنیم، هم تلاش بکنن، همه حالا کسانی که بزرگان قوم هستن، اولای قوم هستن، بشینن فکر بکنن و راه حل های مناسبی رو بیندیشن که انشاءالله به کل این مسئله پایان داده بشه و پایان خواهش می‌کنم واجبه تشریف ببرید. من دو نکته رو فقط می‌خواستم با اجازه جمع بکنم عرض کنم. بازم تشکر می‌کنم از وقتی که دادید و فکر کنم اتفاقاً با توجه به اهمیت جایگاه شورا ما می‌خواهم دیر اومدیم خدمت شما و زودتر از اینا می‌اومدیم. در اهمیت نهاد شورا کسی تردیدی نداره. در قانون اساسی یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اصول قانون اساسی شوراست که سال‌ها این هست معطل موند و بالاخره با جدیت و حمیت و غیرتی که بعضی از همین دوستانی که در زندان هستن این اصل احیا شد و امروز شما در مقامی قرار گرفتید که حداقل شهروندان تهرانی از شما انتظار دارن. درسته که مسئولیت امنیت شهر تهران به عهده شما نیست، ولی من فکر نمی‌کنم شما فقط در حد یه شهروند عادی همسایه و همکار بخواید این کار رو دنبال کنید. این زندان‌های مخفی رو کی باید ازش مطلع بشه؟ سردخونه هایی که گزارشاش میاد که جنازه های بچه های ما رو همینطور روش ریختن و هیچ کس پاسخگو نیست، اون محلی که در شهر تهرانه آیا شورای شهر نمیتونه پیگیری کنه؟ این چهره نظامی که به شهر دادن که بچه های من و شما احساس امنیت و آرامش، شما مگه برای با شعار شهر سبز، شهر امید، شهر امن، شهر تمیز، شهر پاکیزه، شهر قانونی وارد شورای شهر نشدید و رأی من و بقیه دوستان تهرانی رو نگرفتید؟ ما از شما انتظار داریم که به تعهدات خودتون زمانی که در انتخابات شورای شهر بسیار مهم بود شرکت کردید متعهد باشید. من دغدغه همسر خودم رو ندارم. همسر من یک فرد آرمانی که از دوره نوجوانیش در همین گروه هایی که آقای نوروزی فرمودن مبارزه کرده و سه سالی رو که خارج از کشور بود در همین امریکای استقبال جهانی یه چمدون دستش بوده از این ایالت به اون ایالت فکر امام و اندیشه امام رو ترویج میکرده. این آدم آدمی نیست من امروز برش عجز و ناله و نطقه و ناله کنم. اگر امروز به من زنگ نمیزنه من مطمئنم بلکه سال اندیشه هاش ایستاده و اجازه اعتراف گیری اونجور که آقای جنتی اومده توی نماز جمعه از تریبون مقدس نماز جمعه استفاده میکنه برای اینکه یه امر غیرقانونی رو ترویج بکنه نمیکنه. من نگرانی آقای فرزاده ندارم. من نگرانی نداها و سهرابها و محمدها و اسفرها و تقیها و همه فرزندان کشته شده ایران رو دارم و فرزندانی که دارم توی زندانهای مخوف جمهوری اسلامی حکومت عدل علوی جون میسپرن. ما نرفتیم انقلاب کنیم که این اتفاقا بیفته. ما از شما انتظار نداریم به عنوان یک مقام قانونی مرجع قانونی پاسخگو باشید، کما اینکه مراجع قانونی پاسخ ما رو ندادن. آقای دوره نجف‌آبادی به ما گفت به من ربطی نداره و دیگران که ایشون رئیس کمیته پیگیری بودن که قوه قضاییه گذاشته. ما کاری نداریم. ما اینها رو با خدا معامله کردیم و امروز تقاضای ما از شما همین دغدغه‌هایی که عزیزان فرمودن. بچه‌های ما تو زندانن. من مادر همه بچه‌های زندانی هستم. آقای چمرا من دیگه چیزی ندارم. من هر چی که دارم در اختیار انقلاب و بقیه عزیزان که اومدن. ما عاجزانه از شما تقاضا داریم بخواید این سرخونه ها و این مراکز به شما به عنوان شورای شهر نشون داده بشه. من فکر کنم شما این حق رو داشته باشید و اینکه یک چهره نسبی، ما نمیگیم آرامش حالا حالا ظاهرا نمیخواد با این بدرفتاری ها و بی‌تدبیری هایی که دارن میکنن قرار نیست آرامش حالا حالا ها برقرار بشه، ولی چیان اینا؟ اگر شما میفرمایید لبنان، منم رفتم جنگ های خانگی لبنان رو دیدم به چشم خودم و واقعا وحشت کردم. هیچی مثل جنگ خانگی عذاب‌آور نیست، ولی دو طرف مسلح بودن. این بر سلاحش یک نماد سبز، اون بر تفنگ میگیره قلب بچه های ما رو میشکافه. کجا؟ به حال ما انتظارم از شورای شهر اینه که وظایف قانون خودش رو عمل کنه. ما نمیخوایم فراتر از وظایف خودتون عمل کنیم. آقای نجفی به عنوان یک شهروند باید مدافع فرهنگیان، اساتید دانشگاه، وکلا، خانم ابتکار باید مدافع فعالان مدنی، آقای خادم باید مدافع ورزشکارانی که اینجور حماسه سازی کردن. خود شما تک تکتون به عنوان فرد میتونید تاثیرگذار بشید، ولی ما از نهاد شورا انتظار داریم که در حد وظایف قانونی خودش اقدام بکنه و این اقدامات غیرقانونی رو که داره میشه و در حیطه وظایف شما هست روشنگری بکنه. من این انتظار و اینجا همون وارستگی و همون مردانگی رو که چمران به ما نشون داد و بچه های ما دارن آقای چمران دنبال این نمادها میگردن، این نمادها رو نباید از خارج از کشور بگیرن. وظیفه شرعیتون هم شما فراموش نکنید.
قطعا و یقیناً اونچه که در حد وظایف ما باشه، چون وظایف ما مشخص مدون نوشته شده است. چند تا خانم محتشمی که حق مطلب رو واقعا ادا کرده، این حرف تک تک افرادی که اینجا هست، دو تا نکته رو من میخواستم یادآوری کنم. ببینید، سلول انفرادی شما میدونید از مصادیق شکنجه است. من اینو به مصداق حرف مقام رهبری که ایشون یادتونه حتما یک نامه‌ای نوشتن یه وقت با قضایی خاص، ایشون فرمودن که سلول انفرادی مصداق شکنجه است. من وقتی که تو سلول انفرادی بودم، هر یک روزش به اندازه 10 روز بر من میگذشت که من یادم آقای میردامادی توی دادگاه نوروز که ایشون توی نوروز نوشته بودن که ملی مذهبی ها رو سلول انفرادی مصداق شکنجه است، برای دفاع از اونا این حرف مقام رهبری رو آورد، نوشته ایشون رو. به خود ایشون گفتن که سلول انفرادی مصداق شکنجه است. و این اتفاق بدی که توی این مملکت افتاده اینه که ببینید الان یه بچه 35 ساله بازجوی آقای بهزاد نبویه. کسایی که اومدن منزل ما، این خیلی اتفاق وحشتناکیه. آخه بچه 35 ساله نه توی جنگ بوده، نه توی این انقلاب بوده. این ما باید تنون بلغز اتفاقی که داره میفته. اصلا تصوری که اینا از این بچه‌ها دارن، از این همسران ما دارن، یه چیز مخوفی. من نمی‌دونم چجوری شستشوی مغز اینا دادن. یعنی ما هر جا که رفتیم، آقای شاهرودی، آقای دوری نجف آبادی، خود وزیر اطلاعات که الان حرفاشو به ما یه خورده یعنی فرق کرده، به جهت اینکه فکر کنم حالا بحث وزارت الان مطرح رقابتی بین دوستان در گرفته، خود اینا گفتن دست ما نیست. بند دوی الف وزارت اطلاعات که الان یه گوشه از 209 اوینه و حتی دوستان خوب وزارت اطلاعات که نگران هستن، اونا بعضا یه گاهی مثلا حتی تماس ناشناس مثلا میگیرن با بعضی که من نمیدونم اصلا اینا کی هستن، بند دوی الف میگن زیر نظر هیچ کس نیست، فقط فرمانده بسیج 2-3 نفر هستن. و من شنیدم که خود دولت هم توی مسئله خیلی فعاله. حتی گفتن آقای مرتضی خیلی واقعا الهام جلسه داره. اینا خیلی نگران کننده است. یعنی اینی که شما میفرمایید حقوقی و قضایی نیست، این مسئله سیاسیه. دقیقاً همونجوری که خانم صفایی فرمودن، حتی توی روی وکلایی که دستگیر شدن شما ببینید، وکلایی که بیشتر خط مقدم بودن هیچ کارم نکردن، دقیقاً تصویر حقوقی شخصی هم داخل شده. و این خطرناکه آقای چمران، این شطوریه که در خونه همه خواهد خوابید اگر این مسیر بی‌قانونی پیش بره. شما الان مثلا رفتار آقای احمدی نژاد رو ببینید در رابطه با مسئله مشایی، ببینید اصلا ایست که روکمپونی برای ملت ایران و برای همه اون کسانی که میخوان یه حرفی بزنن، حتی اگر همجناه خودشون باشن، این خطرناکه. برای یک صحنه باز شده که هر کس عمل صالح خودش رو ببینه چیه، هر کس در هر جایی هست از نظر شرعی الان مسئوله، اون حتی اگر همفکر و همجناه نباشه. اگر یه ذره دیگه این روانه را پیدا کنه، خانواده شما هم میشه همسی خانواده ما.